سلام، به ویدیو من خوش اومدید. امروز میخوام در مورد تولید محتوا برای پیج های اینستاگرام و یوتیوبتون صحبت بکنم. شاید خیلی ها ندونن تولید محتوا چیه و اهمیت اون برای داشتن یه پیج بیزینسی، یا اگه میخواین پیجتون رو برس به چش یک بیزینس پیش نگاه بکنید اصلا باید چیکار بکنید و تولید محتوا چیه. من اینجا توی این ویدیو بهتون میگم تولید محتوا چیه، چه کارهایی باید انجام بدیم و چه جوری میتونیم با تولید محتوای خوب و با کیفیت پیجتون رو ارتقا بدیم. تولید محتوا یعنی عکس، ویدیو یا متنی که شما به صورت هفتگی یا هفته دو سه تا یا ماهی یا هر جوری که هست یه برنامه برای خودتون دارین، اینا رو پست میکنین و از این طریق با مخاطبتون در ارتباطین و اونا شما رو میبینن و بهتون اعتماد میکنن و از طریق پیج شما و صفحه شما اطلاعات به دست میارن. تنها دلیل رشد بیزینس و پیج شما تولید محتوای خوب و با کیفیت و منظمه که باعث میشه مخاطب با شما درگیر بشه، پیج شما رو دنبال بکنه و از شما چیز یاد بگیره. خیلی از آدما این روزا از اینستاگرامشون برای خودشون بیزینس ساختن و اینستاگرام به شما این اجازه رو میده که شما بیزینستون رو که اگه یک مغازه است رو بیارید توی اینستاگرام، یا اگر دارید یه کاری میکنید، فعالیتی میکنید، همه چی رو بیارید توی اینستاگرام فعالیت بکنید، فالوور بگیرید، مشتری بگیرید، کسای دنبال کننده هایی داشته باشید، دوستانی پیدا بکنید و از این طریق خودتون و حرفتون رو نشون بدید و این بیزینس رو گسترش بدید و ازش کسب درآمد بکنید. توی پیج اینستاگرامتون شما هر لحظه ای از شبانه روز که دوست داشته باشید میتونید پست یا استوری بذارید، یعنی میتونید هر وقت که دلتون میخواد محتوایی که دارید رو انتشار بدید. ولی در نظر بگیرید که یه بازه زمانی هست برای تمام پیجا که بازدهی پیج بالاتر، یعنی مثلا برای خود من ساعت 9 تا 10 شب بهترین زمان و پربازدیدترین زمان برای پست گذاشتم. من همیشه سعی میکنم پستامو اینطوری بذارم، یا مثلا پیش خودم همیشه یه دفتر دارم، برنامه‌ریزی میکنم، شنبه این پستو میذارم، دوشنبه این پستو میذارم و میدونم برای روزی که پست ندارم باید یه کاری بکنم، یه پستی آماده کنم. یعنی شما باید تولید محتوا که میکنید براش برنامه‌ریزی هم بکنید که چه روزی چی رو پست کنید. سعی کنید حضور منظم و متداوم داشته باشید، یعنی همیشه توی اون بازه زمانی که دارین پست و استوری بذارید. چرا؟ که اگه این کارو نکنید شما از یاد مخاطب میرید و استوریا و پستاتون رو خود اینستاگرام کمتر به آدم ها نشون میده. وقتی فعالیت میکنید، هر روز استوری میذارید، توی چشم هستید، خود اینستاگرام میاد شما رو به آدم های بیشتری آفر میده. ولی وقتی فعالیت نکنید، مثلا بگین خسته شدم میخوام یک ماه دیگه نیام اینستاگرام، اینستاگرامتون رو ببندین برین سر زندگیتون و برگردین، مطمئن باشین الگوریتم اینستاگرام به صورتی کار میکنن که پست شما استوریتون رو کمتر به آدمو نشون میدن. یه وقفه میفته بین پیشرفت شما و اینکه دیگه نبودید و کم رنگ تر شدید. حالا اگه بخوام در مورد محتوای با کیفیت صحبت بکنم، اینه که عکسی که میذارید از خودتون، از بیزینستون، محصولتون، مغازتون، آرایشگاهتون، هر جایی که هست سعی بکنید عکس با کیفیتی باشه. اگر عکس شما عکس قشنگی نباشه، مردم روش وای نمیستن، لایک نمیکنن، کامنت نمیذارن و از روش رد میشن و حتی کپشنی که براش مینویسید خط اول رو میخونن، اگه دوست نداشته باشن، چیز جالبی نباشه، از روش رد میشن. پس در گرفتن عکس خیلی دقت بکنید، عکستون رو حتما ادیت بکنید، یا اگر پیجی هستید که متن مینویسید، کلا پیجتون از پایین تا بالا آموزش زبان انگلیسی مثلا و دارید هر لغت رو میگید و معنیش هم میگید، اینو تو برنامه‌های خیلی خوبی به طرز قشنگی ادیت بکنید و طراحی بکنید، بیارین بذارین توی پیجتون. هر چی از نظر بصری زیباتر باشه، فالوور بیشتری دارید و مردم اینگیجمنت با شما دارن، توی پیجتون استاپ میکنن، نگاه میکنن و رد نمیکنن پیجتون رو. پس یادگیری و استفاده از اپلیکیشن ها و برنامه هایی که ادیت فونت دارن، ادیت عکس دارن، ادیت فیلم دارن و خوب یاد بگیرین که حتما 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 برای اینستاگرامر یا یوتیوبر واجبه. سعی کنید تو هر فیلدی که کار میکنید، مثلا آرایشگری، فروش لوازم موبایل یا مثلا هر چیزی که هست، برید پیج هایی که از شما بالاتر هستن و دارن تو رشته شما کار میکنن، ببینید که چه فعالیت هایی میکنن، چه جوری فالوور به دست آوردن، چی کار کردن که موفق شدن، چه محتوایی گذاشتن، چه عکسی گذاشتن، از چه هشتگ هایی استفاده کردن. هشتگ خیلی مهمه برای بازدید شما، برای دیده شدن پیجتون. هشتگ هایی بذارید که مرتبط با اون پستتون باشه. مثلا اگه عکس غذا گذاشتید، هشتگ حیوانات نزنید. و اینکه حتما حتما پیج هایی که با شما رقیب هستن به عبارتی رو دنبال بکنید و ازشون ایده بگیرید، که این خیلی مهمه. اونا قبل از شما شروع کردن و حتما خیلی چیزها رو بیشتر از شما میدونن. یه نکته ای هست که وجود داره، اینه که شما اگر یه پست میذارید یا یه عکس میذارید،
داستان سرایی بکنید برای اون عکسی که گذاشتید، یعنی راجع به اون عکس توضیح بدید هر چیزی که مربوط به اون عکسه. مثلا یه عکس یه جا نگیرین و یه کپشن چیز دیگه ای بنویسین. سعی کنید داستان سرایی بکنید از خودتون که این خیلی ملموس‌تر و دوست داشتنی تر میشه از نظر مخاطبتون. گاهی وقتا قبل از اینکه یه پستو بذارید، وعده‌شو توی استوری بگید که مثلا میخوام براتون فردا پست اینو بذارم، یا یه گوشه هایی از کاری که دارید انجام میدید رو نشون بدید. استوری بذارید، عکسشو بذارید، پشت صحنه‌شو بذارید، جایی که رفتید، مثلا یه سفری رفتید، میخواین عکس سفر رو پست بکنید، همون حوالی رو نشون بدین، اون شهر رو نشون بدین و نهایتا آخر شب یا فرداش عکس اون شهر رو پست بکنید با کپشنی که باز مربوط به همین داستان و همین عکس میشه. چرا؟ چون درگیر میشن با شما و در جریان این اتفاقاتی که داره میفته هستن. پس وقتی پست رو میذارید بیشتر بازدید داره و همیشه یادتون باشه یک پستی رو گذاشتی تموم شده رفته، چند روز بعدش میتونید بیاید اون پست رو دوباره پروموت کنید، توی استوری مثلا بنویسید که این پست رو دیدید، نظرتون راجع به این پست چیه. سعی کنید باهاشون در ارتباط باشین، باهاشون حرف بزنین، با مخاطباتون، که تولید محتواهاتون حیف نشه، یعنی هی چیزی که پست کردید رو بیارید دوباره استوری بکنید. یه چیزی که میخواستم بهتون بگم اینه که از این سایت اینستاگرام خیلی استفاده بکنید. زیر پست همه ما اگه پیجمون بیزینسی باشه یه قسمت آبی نوشته این سایت. اون رو اگه بزنید نشون میده که چند تا لایک شده، چند تا کامنت دارید، چند تا برای هم فرستاده شده و چند نفر این پست رو سیو کردن. این به شما کمک میکنه که ببینید سلیقه مخاطبتون چجوریه، از کدوم‌ها بیشتر استقبال کرده و سعی کنید تو همون رده‌ها و همون جورها ویدیو درست بکنید، یعنی کلا تو همون زمینه کار بکنید. یه وقتی مثلا من یه عکسی میذارم که یه جست خیلی خوب گرفتم، میبینم که خیلی سیف شده، یه خیلی برای هم فرستادن، شاید اون جست عکاسی رو دوست داشتم و میام دفعه دیگه جستای بیشتری یاد میدم. یا ویدیوهای آموزشی خود من تا 1000 تا 1500 تا سیو هم داشته، چون خیلی به ویدیوهای آموزشی علاقه دارن، سیو میکنن برای هم میفرستن. برای همین سعی میکنم چون تقاضای بیشتری روی اون ویدیوها هست بیشتر ویدیو آموزشی درست بکنم و بیشتر بیام توضیح بدم چیزایی که میدونم رو. پس برای شما هم همینطوره، از این سایت پیجتون غافل نشید. این سایت اجازه میده به شما تمام دیتیل اون پست رو ببینید، کلا چند تا تو هشتگ رفته، چند تا تو اکسپلور رفته، همه جزئیات اون پست رو به شما میده. حتما به این سایت سر بزنید. سعی کنید سن و جنسیت فالوورهاتون هم در نظر بگیرید که به کیفیت کاری که دارید انجام میدین خیلی کمک میکنه. مثلا اگه شما پیجتون 80% خانم‌ها هستن، نمیتونید بیرون راجع بگید مطلبی صحبت بکنید که در مورد آقایونه، یا مثلا سن کسایی که تو پیجتون هستن خیلی کمه یا خیلی بالا. کلا این فاکتور سن هم در نظر بگیرید که خیلی به تولید محتواتون کمک میکنه. من خودم شخصا آدم‌هایی رو دنبال می‌کنم که بهم انرژی مثبت میدن. تمام کسایی که ما فالو می‌کنیم یه بخشی از زندگی ما، یه دقایقی از روز ما داریم استوری و پست‌هاشون رو نگاه می‌کنیم. من خودم شخصا آدم‌های مثبت، آدمایی که با انگیزن، تلاش می‌کنن، پست‌های خوب می‌ذارن، عکس‌های قشنگ می‌ذارن دنبال می‌کنم. پس خودتون هم سعی کنید که مثل اونا باشید. یعنی اگر قرار پیجی داشته باشید که پست و ویدیو و عکس بذارید، در نظر بگیرید و حتما سعی کنید آدم با انگیزه، با انرژی مثبت، خوشرو و اینها باشید که مردم شما رو دوست داشته باشن و یه روزی نیاین دکمه آنفالو رو بزنن، با تمام زحمتایی که دارید میکشید آنفالوتون بکنن. پس سعی کنید خیلی با انرژی باشید، خیلی مثبت باشید و تلاش و کوشش داشته باشید برای کاری که دارید انجام میدید. کلا من حس میکنم که آدم ها حوصله کسی که میاد هی نق میزنه، استوریای منفی میذاره، هی قر میزنه، اینجوری شده اونجوری شده، خب اتفاقات بد و همه ما داریم میبینیم و میشنویم دیگه، نیازی نیست کسی بیاد بهمون توی اون چند ساعت یا چند دقیقه که میخوایم توی اینستاگرام باشیم با استوریا و پستش به ما گوش زد کنه. پس اگر پستای انگیزشی بذارید، مثبت باشید، از خودتون بگید، حرفای مثبت بزنید، خیلی به دل مخاطب میشینه و میتونه به تولید محتواتون خیلی کمک بکنه. برای من که 100% همینطوریه، هر وقت که کارهای مثبت کردم، حرفای مثبت زدم، دیدم که کسایی که با من در ارتباطن، دوستانم، فالوورام، خیلی دوست دارن و لذت میبرن از این داستان. یه مسئله مهمی که وجود داره اینه که شما دایرکتاتون رو حتما بخونید، پست هاتون، کامنت هاشو حتما بخونید و از روی اینا سعی کنید محتوا تولید بکنید، چون درخواست به شما میدن. مثلا همین ویدیو که من دارم براتون درست میکنم و به درخواست خود شماها درست کردم، چون این چیزیه که درخواست روش هست و حتما بازخورد خوبی داره. پس سعی کنید از دایرکتاتون و کامنت هاتون ایده بگیرید برای ساخت محتوا، حالا عکس، فیلم یا هر چیزی که هست.
خب اگه بخوام جمع بندی بکنم براتون، به این نتیجه میرسم که تمام چیزایی که بهتون گفتم و خودم دارم انجام میدم و اینستاگرامرها و یوتیوبرها همشون دارن انجام میدن و چیزایی بوده که خودم از دیگران یاد گرفتم و در موردش مطالعه کردم. باید بهتون بگم که تولید محتوا خیلی مهمه. الان ما توی اینستاگرام یه بازار خیلی بزرگی داریم، با کلی آدم هستن، ایده های مختلف، پیجای مختلف و ما رقیب های زیادی داریم. باید در نظر بگیریم که با تولید محتوای خوب، فقط و فقط، نه مسابقه، نه پول دادن، نه تبلیغ، شما فقط با تولید محتوای خیلی خوب میتونیم بیایم بالا. اگر هر کار دیگه ای بکنید، تبلیغ بکنید، حالا میگم تبلیغ هم خوبه، به دیده شدن شما کمک میکنه، بالاخره برندهای بزرگ هم برای دیده شدن تبلیغ میکنن، نمیگم تبلیغ نکنید، ولی باز اگه تبلیغ هم بکنید تهش میخوره به تولید محتوا. اگه شما محتوای خوبی نداشته باشین شما رو رد میکنن و نمیبینن. پس تولید محتوای خوب بکنید با کیفیت. و یه چیز خیلی خیلی مهم ازتون خواهش میکنم که صادق باشید. شما هر چقدر صادق باشید مردم به شما اعتماد بکنن، پیج شما رو دوست خواهند داشت، به دیگران پیشنهاد میدن و شما همینطوری روز به روز پیشرفت میکنید. پس صداقت رو فراموش نکنید. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. اگر سوالی دارین تو قسمت کامنت ازم بپرسید، خیلی خوشحال میشم به همشون جواب بدم. تا یه ویدیوی آموزشی دیگه، بای.